سگ، قناری، لاک‌پشت و حتی مرغ همه به اینجا برای گرفتن دعا آمدند و یکی یکی متبرک می‌شوند. اینجا کلیسای سن برناردینو در مکزیک است، مکان مقدسی که به حفاظت از حیوانات شهرت دارد. هر ساله در اواخر ماه ژانویه مردم حیوانات خانگیشان را به اینجا می آورند تا توسط کشیش متبرک شده و در نتیجه بارورتر شوند و از شر خطرات مسون بمانند. حیوانات دیگری هم وجود دارند که ما از آنها غذامون رو تهیه می کنیم، مثل مرغ که ازش تخم مرغ می گیریم و گاو که شیر می ده. اونا هم اینجا متبرک میشن تا بارورتر بشن. پیشینه این سنت برمیگردد به سالگرد وفات سن انتونی، زاهد مسیحی قرن چهارم میلادی که همه دار و ندارش را وقف حیوانات کرد. اما این سنت برای مردم این شهر چقدر ارزش دارد؟ تا آنجا که من به خاطر دارم، خانوادم همیشه همه حیوانات ما رو از جمله گاو و گوسفند و سگ و بقیه حیوانات رو برای متبرک شدن اینجا می آوردن. به عنوان یک کاتولیک من معتقدم همه دارایی هامون باید متبرک بشه. با وجود این، طرفداران این سنت از کم رنگ شدن حضور مردم ناراحت هستند. فعلا مردم فقط سگاشونو میارن. ما داریم اعتقادمون از دست میدیم، چون در گذشته اسبامون و گوسفندامون و گاوهامون رو برای متبرک شدن می آوردیم. اما فعلا کشیش هم به این موضوع توجه نمیکنه. ما داریم به کدوم سمت میریم؟ آخر روز حیوانات با صاحبانشان به خانه برمیگردند و منتظر تأثیر دعای خیر کشیش کلیسا میمانند. طاهر قادری، BBC.